ورزشگاه رو داریم، دعوت میکنم که بیننده نیمه دوم بازی باشیم. منتها فرصت داریم یه مقدار صحبت بکنیم. های ماجدی جنبدین تو رو از نیمه اول بازی بفرمایید. جناب اسماعیلی، خدمتتون عرض بکنم که هر دو تیم همونجوری که فکر میکردیم برای گرفتن سه امتیاز به میدان اومده بودن، ولی استقلالی ها احساسی حمله میکردن و غیر منطقی دفاع میکردن. چندین بار دیدیم که خط حمله و در واقع هافک های کناری تیم شاهین بوشهر تونستن لایه های دفاعی استقلال رو در واقع حذف بکنم و دروازه بان برسم و اگر محمدی نباشد یک خطر بسیار جدی رو برای این تیم به وجود می آوردن. من فکر میکنم در نیمه دوم استقلالی ها باید شیرازه دفاعیشون رو بهتر بکنن و از سه دفاع انفرادی منطقه‌ای و گروهی استفاده بکنن. من دفاع منطقه‌ای یا زونال دیفنس رو اصلا در تیم استقلال ندیدم. متشکرم. حالا انشاءالله در اتمام به بازی توضیحات کاملتری رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد. همچنان منتظر هستیم که نقطه نظراتتون رو با ایمیل livesport@jjtvn.ir برای ما ارسال بفرمایید. قطعا پاسخگو خواهیم بود. این رو هم اشاره بکنیم که در بازی که مشاهده فرمودید در بخش خبر ورزشی، تیم فولاد خوزستان از ذوب‌آهن 1-0 جلوه. دعوت میکنم بیننده نیمه دوم بازی باشید. آخرین نتیجه که از بازی همزمان داشتیم، بازی دو تیم فولاد و ذوب‌آهن، برتری 1-0 فولاد در مقابل تیم ذوب‌آهن بود، نتیجه که در اصفهان رقم خورده. در میانه زمین ایمان موبعلی توپ رو در اختیار فرزاد آشوبی قرار میده، او میاره به سمت چپ برای مهدی امیرآبادی که اجازه نمیده محسن حمیدی حرکتش تکمیل بشه. آیه میساقان هم کاملا نزدیک به زمین حاضر هست. پارت با اوت و اعلام خطا بر روی سید مهدی سید صالحی، خطایی که لکچی را انجام داد بر روی این بازیکن. سید صالحی اصلا خاطره خوشی از بوشهر نداره. فصل قبل در بازی برگشت دو تیم در همین استادیوم مصدوم شد و 6 ماه از میادین دور ماند. آرش برهانی به جاشون مسابقه وارد زمین شد و بازی و عملکرد خوبی هم از خودش به جای گذاشت. ضربه خطا رو ایمان موبلی در موقعیت ایدئال به دست آورده و تا لحظات دیگر خواهد زد. سه بازیکن مقابلش هستن، توپ رو ارسال میکنه و برگشت از ستاره زاره. توپ بازم به خود موبلی میرسه در میانه زمین و مهدی امیرآبادی کار میکنه. او توپ رو به میانه زمین برای جباری میرسونه. عبدالله یل از تأثیر گذاشت روی پای جباری. توپ در عمق میره برای سید مهدی سید صالحی، برگشت برای ایمان موبلی در واقع و دفع توپ از بازیکن شاهین. در میانه زمین عماد محمد رضا دنبال توپ است، توپ به او نرسید. امیر حسین صادقی که بعد از اون ضربه خطا هنوز در فاز تهاجمی مانده، توپ در اختیار هادی شکوری قرار داد. ایمان موبلی با خود هادی شکوری، ستاره زاره با قدرت بدنی توپ رو گرفت، ارسال کرد برای عماد محمد رضا و برگشت از پشمان منتظری. خود عبدالله کرمی در میانه زمین رو عقب با محسن ایران نژاد. ایران نژاد توپ رو دور میکنه، پشمان منتظری در مرکز زمین، باز هم عبدالله کرمی تلاشش راه به جایی نمیبره و توپ از خط طولی به بیرون میره و در اختیار تیم استقلال قرار میگیره. چهره سید صالحی رو مشاهده میکنید، بازیکنی که در بازی هفته قبل استقلال و نفت آبادان 2 گل رو در اون مسابقه به ثمر رسوند و سهم عمده در جشنواره 6 گله استقلال در مقابل نفت آبادان داشت. حرکت رو به جلو و سانتر رو به جلو که برای اسماعیل شریفات فرستادن استقلالی ها، یک کورنر رو براشون از سمت چپ دروازه مجید غلامی در پی داره. ایمان موبلی پشت این توپ قرار گرفته. نیمه دوم رو استقلال بهتر آغاز کرده، میفرسته به تیره یک و برگشت از ستاره زاره. عماد محمد رضا پشت در واقع در میان زمین توپ رو در اختیار میگیره. حالا موقعیت زد حمله عالی، عباس پرخسروانی توپ رو گم میکنه و امیر باعث میشه که امیر حسین صادق از پشت سر به توپ برسه و با کمک مهدی امیرآبادی توپ رو به بیرون بفرستند. پارتو آوت رو رها میکنه تا ایران نژاد از سمت چپ به سمت راست بیاد و اون رو انجام بده برای تیم فوتبال شاهین. دورخیزش رو انجام میده محسن ایران نژاد. بعد باید ببینیم که به چه صورت از این توپ استفاده خواهد کرد.
میفرسته ایران نژاد به تیر یک، ضربه سر اول رو استقلالی ها میزنن، برگشت به خود ایران نژاد، سانتر ایران نژاد، برگردون آل نعمه هم کارسازی چرا که اصلا توپ بهش نرسید و در ادامه هم امجد شکوهقام ضربه ای که بیشتر به نظر رفع تکلیفی میرسید رو زد و از کنار دروازه با اختلاف بسیار زیاد توپش به بیرون رفت. استقلال از مجموعه 31 مسابقه با 58 امتیاز در مکان دوم هست و تیم شاهین از 31 مسابقه با 34 امتیاز هم امتیاز با تیم پاس همدان در رده 11 جدول قرار داره. 3 امتیاز کمتر از تیم سبای قم است. اگر در این مسابقه استقلال پیروز بشه و تیم سبای قم با 2 اختلاف امتیاز بازی خودش رو واگذار بکنه در مقابل تراکتور، تیم شاهین یک پله رو میتونه در جدول صعود بکنه. برد استقلال در این مسابقه فقط تثبیت رده دومیش هست و در صورت شکست سپاهان یا تساوی اختلاف و سپاهان فقط کمتر میشه. عبدالله کرمی حرکت جالب این بازیکن در میانه زمین میبره به سمت چپ برای ستاره زاره، ولی خب توپ عبدالله کرمی به ستاره زاره نرسید و شکوری توپ رو به بیرون فرستاد. به نظر میرسه تیم استقلال در فاز تهاجمی در با روش 4-3-3 بازی میکنه و در حالت تدافعی با اضافه شدن اسماعیل شریفات به خط میانی 4-4-2 رو در دستور کار خودشون دارن. تیم شاهین هم که با 5 هافک و تک فوروارد تا اینجا مسابقه بازی رو دنبال کرده. آقای هدایت منبینی به کنار زمین میاد، با آقای جلال مرادی صحبت میکنه. باید بدونیم که چه اتفاقی افتاده در زمین مسابقه. خب به نظر میرسه محمد محمدی اشاره میکنه که مزاحمت هایی براش به وجود اومد، حالا یا پرتابشه یا موضوع دیگه. بر ترتیب امیدواریم که هرچه سریعتر شرایط مسابقه روند و حالت معمول خودش رو بگیره و بازی به جریان بیفته. محمد محمدی به چارچوب دروازه استقلال برمیگرده و بازی هم احتمالاً تا لحظات دیگر به جریان خواهد افتاد. از سمت چپ تدافعی تیم شاهین این بازی به جریان میفته. در ادامه هم که شاهینی ها توپ رو از دست میدن و در اختیار بازیکن استقلال هادیه شکوری توپ قرار میگیره. آل نعمه در خط دفاعی توپ رو کنترل کرده، آرش بارانی پرس رو روش ایجاد کرده. خود آل نعمه دنبال فضایی است که توپ رو بتونه دور بکنه، این فضا رو به دست میاره، در اختیار ستاره زاره قرار میده. جباری عالی توپ گیری میکنه برای برهانی، ضربه روی پای آرش برهانی که از زاویه بسته هم این کار رو انجام داد، در اختیار مجید غلامی توپ قرار گرفت. بازی رو خوب به جریان میندازه مجید غلامی، به عماد رضا توپش رسید، ولی خب توپ عماد رضا به ایوان پتروویچ نرسید. مجتبا جباری زیر پرس شکو مقام توپ رو رد کرد ولی نرسید به فرزاد آشوبی. توپ میره بازم به سمت چپ، دو بازیکن شاهین در یک نقطه کنار هم قرار دارن و ستاره زاره اون توپ رو در اختیار میگیره. یک و دویی که حالا تشکیل میشه و یک مثلث رو در واقع ایجاد میکنن شاهینی ها در سمت چپ. خود ستاره زاره رو به عقب با عبدالله کرمی، عبدالله حرکت پا به توپ رو به جلوش ناموفق و پژمان منتظری که توپ رو برگشت میده. پرتاب اوت هم برای تیم شاهین خواهد بود. محسن ایران نژاد این پرتاب رو انجام میده. عماد محمد رضا تاثیرش خیلی مفید فایده نیست و در اختیار امیر حسین صادقی توپ قرار میگیره. خوب تغذیه نشده عماد محمد رضا، یکی دو موقعیت رو که برای روی خلاقیت فردی تونسته به دست بیاره هم ضرباتی رو در پی داشته که نتونسته گلزنی بکنه. این ضربه یا پاس بیرون پا بر ترتیب هرچه بود از عبدالله کرمی خیلی دقیق نبود، اونطور که میخواست نبود، ولی اشتباه محمد محمدی در کنترل اون توپ باعث شد که یک کورنر رو به دست بیاره تیم شاهین. به نظر رسید عبدالله میخواست با بیرون پای راست توپ رو به سمت راست بیاره که این اتفاق نیفتاد. این کورنر رو باد آورد در رو ستاره زاره میفرسته و برگشت از مجتبا جباری. توپ در سمت چپ تهاجمی شاهین باقی مونده. ستاره زاره بازم ساند آل نعمه بلند میشه ولی بالاتر از اون امیر حسین صادقی و به زیبایی
مهدی امیرآبادی با حرکت قیچی توپ رو دور میکنه. ایران نژاد توپ رو بلند میفرسته. اماد محمد رضا دنبال نکرد چرا که در موقعیت آفساید بود و دیگر بازیکن هم که نزدیک به این توپ نبودن. این حرکت محمد محمدی شاید این ذهنیت رو ایجاد بکنه که استقلال به نتیجه راضی است، ولی خب چیزی که جدول میگه و هدفی که استقلال به آقای مظلومی اعلام کرده بودن قبل از مسابقه پیروزی در این مسابقه است برای تثبیت هم موقعیت خودشون در مکان دوم و گرفتن سهمیه آسیایی و هم نیم نگاهی که دارند به صدر جدول و قهرمانی. اسماعیل شریفات در سمت چپ با مهدی امیرآبادی کار میکنه. امیرآبادی دو بازیکن رو مقابل خودش میبینه، توپ رو در اختیار داشت، با امیرحسین صادقی کار میکنه، فرزاد آشوبی با پژمان منتظری. منتظری پاس در عمقش از جباری رها میشه. به نظر میرسه که بعضی حرکات استقلال خیلی از پیش تعیین شده و تمرین شده نیست. جباری چند ثانیه رو دیدیم که انتظار دریافت بعضی پاس‌ها رو نداشته. به هر حال توپ در اختیار تیم شاهین هست. ستاره زاره پاس رو میفرسته برای اماد محمد رضا. دفع توپ از امیرحسین صادقی، اون دفع رو مهدی امیرآبادی تکمیل میکنه و حالا جباری که توپ رو در اختیار ایمان مبعلی قرار میده. آرش برهانی یک دریبل رو میزن اونجا محسن ایران نژاد رو، ولی آل نعمه به کمک ایران نژاد میاد و توپ رو به بیرون میفرسته. احساس مسئولیت میکنه احمد آل نعمه. مجتبی جباری توپ رو در اختیار داره و به بیرون میفرسته به وضعیتش رسیدگی بشه. خدمتتون عرض بکنم که از هفته 33 هفته بعد مسابقات 25 اردیبهشت ماه استقلال میزبانی میکنه از ملوان و تیم شاهین هم به میهمانی تیم مثل کرمان خواهد رفت. در هفته پایانی هم که تیم شاهین میزبان نفت تهران است، مسابقه که میتونه خیلی مهم باشه برای بقای این تیم در لیگ برتر، و تیم استقلال به میهمانی تیم پاس همدان خواهد رفت. هفته پایانی 30 اردیبهشت ماه برگزار میشه. بازی برگشت پلی آف لیگ یک هم همون تاریخ برگزار میشه، یعنی امسال استثناءً مسابقات لیگ یک و لیگ برتر در یک تاریخ به پایان خواهد رسید. چهره های مظلومی رو هم لحظاتی مشاهده کردید. آخرین باری که آقای مظلومی به بوشهر آمد در قالب تیم مس کرمان بود فصل قبل، که شکست سنگین 4-1 رو متحمل شد از تیم فوتبال شاهین در اون مسابقه. بازی جوانمردانه رعایت میشه و توپ در اختیار محمد محمدی قرار میگیره. امیرحسین صادقی میفرسته برای شریفات، بالاتر از اون محسن حمیدی توپ رو برمیگردونه. عبدالله کرمی حرکت ارزش حالا پاس در عمقش رو فرستاد که توپ به مقصد نرسید. مجتبی جباری توپ رو گرفته و پا به توپ شده، دنبال بازیکن خالی میگرده. اون بازیکن آرش برهانی است که در سمت راست به ارز میزنه. آرش برهانی پاس رو میفرسته برای خود جباری، پاس زیبای جباری برای سید صالحی و دفع تو از مدافعان شاهین. قشنگ کار کردن استقلالی در این صحنه، خطرناک بودن برای دروازه شاهین، ولی خب به هر ترتیب با ضربه‌ای که مجید غلامی زد توپ به بیرون میره. پرتاب رو انجام میده مهدی امیرآبادی، با فرزاد آشوبی کار میکنه. تو برمیگره به همون جایی که بود، یعنی مهدی امیرآبادی. حرکت مهدی امیرآبادی هم برحال جالب نبود و توپ از دست رفت برای تیم استقلال. مشخص نشد که میخواد دریبل بزنه یا هم تیمی های خودش رو صاحب توپ بکنه. برحال توپ از دست رفت و مجید غلامی بازی رو به جریان خواهد انداخت. غلامی توپ رو میفرسته به میانه های زمین. امیرحسین صادقی توپ رو برمیگردونه. آل نعمه برگشت توپ امیرحسین صادقی رو، صادقی خطایی رو انجام میده بر روی پورخسروانی. متوجه شد که در ادامه پورخسروانی قرار صاحب توپ بشه و متوقفش کرد. این تماشاگران مشتاق تیم شاهین است. یه نکته جالب و متمایز کننده تیم شاهین از دیگر تیم‌های لیگ برتر اینه که تمرینات روزانه تیم شاهین هم با حضور حداقل 3000 تماشاگر برگزار میشه و فکر کنم کمتر تیمی رو در لیگ برتر داشته باشیم که تمریناتش با حضور تا
تماشاگرانی با این میزان که عرض کردم حدود حداقل 3000 نفر هست برگزار بشه. عاشقان تیم شاهین رو دوست دارن، بوشهری ها در شهرهای مختلف همراه میکنن تیم شاهین رو و فعلا که در این دو فصلی که شاهین در لیگ برتر بوده، کار بقای شاهین به هفته های پایانی میرسه در لیگ برتر و استرس و نگرانی که این هواداران و مردم بوشهر به تبع نتایج شاهین داشتن و دارند. بازم بازی متوقف است. جلال مرادی صحبت میکنه با آقای هدایت منبنی. آقای منبنی 18 مسابقه رو در این فصل قضاوت کرده، دو بار برای استقلال و دو بار برای شاهین. بازی استقلال شهرداری، بازی اول فصل رو که استقلال برده، و بازی استقلال سپاهان رو که 1-1 شده. در بوشهر هم دو بار برای شاهین قضاوت کرده، یک بار مقابل همون شهرداری که 1-1 شده بازی، و یک بار دیگه که شاهین 1-2 به پرسپولیس بازی رو واگذار کرد. در مجموع قضاوتاش 7 بار تیم‌های میزبان بردند و 4 بار تیم‌های میهمان. مابقی مسابقات هم مساوی شده. بازی همچنان متوقف است. صحبت میکنن آقای دوانی رئیس هیئت فوتبال استان بوشهر و آقای مرادی در ادامه آقای منبینی، و خب به نظر با اشاره که آقای مرادی انجام داد بازی به جریان خواهد افتاد. ایوان پتروویچ ضربه خطا رو برای تیم فوتبال شاهین خواهد زد. اسماعیل شریفات مقابل این توپ قرار گرفته. خود ایوان پتروویچ توپ رو بلند میفرسته، خطرناک به دهانه دروازه، برگشت از محمد محمدی، بالاتر از عبدالله کرمی توپ رو برگشت داد. عبدالله کرمی هم مصدوم است و روی زمین افتاده. آرزوی سلامتی میکنیم برای عبدالله کرمی. خب ایوان پتروویچ مطلع نیست از این موضوع که عبدالله کرمی مصدوم، بازی رو به جریان میندازه، ولی خب آقای منبنی بازی رو متوقف میکنه. دقیقه 62 وارد یک سوم پایانی این مسابقه شدیم، یک سوم پایانی که تیم‌های استقلال و شاهین هر دو در این برهه هم بیشترین گل‌ها رو در این فصل در این برهه به ثمر رسوندن و هم بیشترین گل‌ها رو هم دریافت کردند. در 30 دقیقه پایانی مسابقاتی که دو تیم داشتند، تیم استقلال 20 گل رو در این 30 دقیقه در مسابقات قبلی زده و 17 گل رو دریافت کرده، و تیم شاهین هم 12 گل رو در این مسابقه در این 30 دقیقه پایانی مسابقات خودش زده، 12 گل رو هم دریافت کرده. شاید این سابقه ای که از دو تیم داریم در مسابقات این فصل دیگه برتر، این امیدواری رو ایجاد بکنه که در دقایق پایانی در واقع در ادامه مسابقه در این 30 دقیقه پایانی بتونیم گلی رو هم در مسابقه داشته باشیم. بازی متوقف است. عبدالله کرمی کادر پزشکی رو در کنار خودش میبینه، از زمین مسابقه باید خارجش بکنند. به نظر شرطش نگران کننده است. عبدالله کرمی برخورد محکمی رو داشت با محمد محمدی. باید ببینیم که عبدالله کرمی میتونه به مسابقه برگرده یا اینکه تغییر رو در ترکیب تیم شاهین خواهیم داشت. بازی رو به چهره میندازه آل نعمه، میفرسته به محوطه جریمه لکچه را ضربه سر اول رو میزنه برای عماد رضا، و خب زیر پژمان منتظری رو به زعم آقای منبینی خالی کرده عماد رضا و تو در اختیار استقلالی ها قرار میگیره. آرش برهانی حرکتش رو از سمت راست انجام میده، سانترو به سمت چپ برای شریفات، پاس رو عقب خطرناک و دفع خطرناکتر، یا بهتر بگم کنترل خطرناکتر از مجید غلامی که نزدیک بود یک گل رو از این اشتباهات اسماعیل شریفات به ثمر برسونه، ولی خب در ادامه خود مجید غلامی توپ رو در اختیار گرفت، اجازه نداد که گل وادآورده رو تیم استقلال و اسماعیل شریفات به ثمر برسونه. یه برخوردن بعد از کنترل تو بین او و اسماعیل شریفات به وجود اومد، و خب مشکل خاصی نیست، مسابقه به جریان میفته. چهره امیر حسین صادقی رو یک لحظه مشاهده کردید و نسبت به فصل قبل پیشرفت قابل قبولی داشته. به نظر میاد در اوج آمادگی است امیر حسین صادقی در این فصل. فصل قبل اشتباهاتی رو داشت، ولی در این فصل از اون اشتباهات خبری نبوده. مجید غلامی تو به دریافتی از لکچیرا رو که پله پله هم شده بود
دفع میکنه و به بیرون میفرسته. امیر آبادی پرتوبات رو انجام میده، در کنارش آقای میساقان هم حاضر هست، اشاره میکنه بازیکنی که میخواد صاحب توپش بکنه. حالا بازی رو به جریان میندازه شریفات، بلند میفرسته برهانی با دورخیز بلند میشه ولی نمیتونه ضربه سر رو بزنه و توپ در اختیار دروازه‌بان مجید غلامی قرار میگیره. در سمت راست ایمان موبعلی حرکتش کامل نیست و توپ به بیرون میره. پرتوبات از سمت چپ برای ایران نژاد و تیم فوتبال شاهین، توپش مقصد نرسید، در اختیار استقلالی ها قرار گرفت. جباری حرکت خطرناک استقلالی از سمت راست، سید صالحی سانت برای برهانی، وارد محوطه جریمه هم شده ولی خب نتونست توپ رو خوب کنترل بکنه و شاهینی ها توپ رو دور میکنن. خب از بازی همزمان زوباهن به گل مساوی رسیده در مقابل تیم فولاد. مهدی رجب‌زاده یکی از زیباترین گلای این هفته رو به نظر میرسه تونسته به ثمر برسونه، دفع توپ جماعتی رو اینجا کنترل کرد و به زیبایی توپ رو به تاق دروازه به نظر میساق معمارزاده فرستاد. بازی زوباهن و فولاد 1-1 مساویه. به بوشهر برمیگردیم، موقعیت برای تیم استقلال بازم و مجید غلامی که البته در موقعیت آفساید آرش برهانی رو متوقف کرد و اجازه نداد که حرکتش ادامه داشته باشه. بازی رو سریع به جریان میندازه برای عماد رضا، اعلام خطا از امیر حسین صادقی برای عماد رضا در قوس، یا اینکه چسبیده به قوس محوطه جریمه، این خطا حادث شده. عبدالله کرمی و شاهینی ها اعتراضشون این است که موقعیت گل بوده و میبایست کارت قرمز به امیر حسین صادقی نشون بده ولی خب به نظر میرسید با توجه به اینکه دیگر بازیکن استقلال هم کنارش بودن، از جمله پژمان منتظری که ببینید در تصویر کنار امیر حسین صادقی هست، یک اخطار رو کافی دونسته آقای هدایت منبنی برای این صحنه. در روی سماجت خودش و نه تغذیه یا هافبک ها، عماد محمد رضا توپی رو صاحب شد و خطایی رو گرفت از استقلالی ها. در دقیقه 68 موقعیت برای تیم شاهین به دست اومده است. مرتبه قبل که در نیمه اول چنین موقعیت رو داشتند اصلا نتونستن خوب ازش استفاده بکنن، عماد رضا اون رو از دست داد. ستار زاره هم روی این ضربات خوب کار کرده، یک گل رو در هفته دوم البته از زاویه متفاوت تونسته به تیم پیکان و ابراهیم میرزاپور بزنه. حالا باز هم عماد محمد رضا هست، ستار زاره هم هست، آل نعمه و عبدالله کرمی هم حاضر هستن. موقعیت ایدئال برای بازیکنان شاهین. ستار زاره ضربش رو میزنه که از بالای دروازه با اختلاف نسبتاً زیاد توپ بیرون میره و شاهینی ها از این توپ هم نتونستن استفاده ای رو ببرند. در دقیقه 69 مسابقه همچنان بدون گل مساوی باقی میمونه. محمد محمدی بازی رو از جلوی دروازه به جریان میندازه، توپش به میانه های زمین میاد، ضربه سر اول رو شکوه مقام میزنه. فرزاد آشوبی توپ رو در اختیار موبعلی قرار میده، در ادامه خود فرزاد آشوبی و اعلام خطا میشه از ایوان پتروویچ بر روی فرزاد آشوبی. با توجه به اینکه تک هافبک دفاعی استقلال بوده فشار زیادی رو متحمل شده در جنگی که در میانه زمین بوده. سانت برای شریفات، آرش برهانی مترصد رسن به توپ، از سید صالحی او هم آمادگی خودش رو داره برای اینکه توپ رو بگیره و استفاده بکنه ولی عبدالله کرمی توپ رو عالی دور میکنه. مجتبی جباری هم ناموفقه و نتونست توپ رو کنترل بکنه. حالا سانت بازم برای عماد محمد رضا و دفع توپ از پژمان منتظری. عبدالله کرمی در میانه زمین، کنترل سینه، پاس کوتاه عبدالله با اشتباه موبعلی به ایوان پتروویچ رسید. ایوان پتروویچ روانی دروازه میکنه پورخسروانی رو که در نیمه دوم کم اثر بوده، حضورش یک تکل بلند رو اونجا میبنده روی پاش مهدی امیرآبادی و یک کورنر برای تیم شاهین از سمت چپ دروازه استقلال به دست اومده. در پاس تهاجمی به نظر میرسه جای سید صالحی و آرش برهانی هم عوض شده، آرش برهانی در نوک قرار گرفته و سید صالحی در سمت راست. ایوان پتروویچ پشت توپ است تا
کورنر رو بزنه به روی دروازه استقلال. صحبت میکنه آقای مونبینی با اماد رضا و پشوان منتظری، دو بازیکن که در تیم فولاد کنار هم بودند. کورنر رو حالا ایوان پتروویچ میفرسته به روی دروازه و محمد محمدی توپ رو راحت کنترل میکنه. خیلی خوب و خطرناک ارسال لگر توپ رو، حالا موقعیت ضد حمله برای استقلالی ها و مبعلی، میفرسته به قصد آرش برهانی که توپ رو برمیگردونه شکوه مقام که در خط دفاعی مانده بود که ضد حمله رو ببنده، که این کار رو هم انجام داد. در سمت راست چپ باری، پاس چیپ او و نرم او برای اسماعیل شریفات، برگشت از ایران نژاد، علام خطای بازی خطرناک از اسماعیل شریفات. 71مین دقیقه از مسابقه است و بازی بدون گل مساوی است. آخرین باری که استقلال یک بازی خارج از خونه رو واگذار کرده، اتفاقا سنگین ترین شکستش هم بوده، به 28 آذر ماه سال قبل برمیگرده که در مقابل فولاد خوزستان 4-1 بازی رو واگذار کرد. پشت محوطه جریمه شاهین موقعیت برای استقلالی ها هست، ولی توپ را از دست میدن. محسن حمیدی با پرخوشتوانی امجد شکوه مقام تک‌زر میفرسته برای اماد رضا و محمد محمدی از دروازه خارج میشه و توپ رو دور میکنه. 11 فروردین ماه امسال هم آخرین باخت خانگی شاهین بوده که در مقابل تیم پاس بوده با نتیجه 1-0. محمد محمدی از دروازه خارج میشه و اجازه میده که توپ بیرون بره و با تعلل بازی رو از جلوی دروازه به جریان میندازه. نمای زیبا رو با تلاش همکاران از استادیوم شهید بهشتی بوشهر که واقعا جای سوزن انداختن رو هم نداره مشاهده کردید. از ساعت ها قبل تماشاگران طرفدار دو تیم استقلال و شاهین به استادیوم آمدند برای اینکه بتونن این مسابقه رو از نزدیک مشاهده بکنن. بازی به قولی جوندار و درگیرانه بوده، ولی خب گلی رو تا اینجای کار که نداشته. ستار زاره بازم در عمق در میان مدافعان، یه لحظه تعلل از منتظری. محمد محمدی هم به نظر میسه داره همین رو اشاره میکنه به منتظری که نزدیک بود اماد رضا از این تعلل استفاده بکنه. محسن حمیدی با آرش برهانی درگیره، توپ به جباری رسید، حالا سید صالحی، ولی آل نعمه اونجا توپ رو کنترل میکنه. خود آل نعمه پا به توپ هم میشه میاره رو پای چپش تا بتونه خوب توپ رو دور بکنه، بلند میفرسته پشت مدافعان. حالا این بار پرخوشتوانی روانی دروازه شده، محمد محمدی با تسلط میاد توپ رو برمیگردونه. فضای پشت سر مدافعانش رو محمد محمدی خوب بسته. در سمت راست پرتو باوتو برای تیم استقلال، به دستمان این صحنه است که محمد محمدی یه مدار نمایشی هم توپ رو دور کرد، اجازه نداد که پرخوشتوانی به توپ برسه. در سمت راست شکوری با شریفات کار میکنه، جدباری دنبال این است که بتونه موقعیت سازی بکنه برای استقلال، برای اتفاق نمیفته. با توجه به حضور همزمان جدباری و مبلی و اینکه این بازیکنها نیاز دارن که به حال بازیکن دیگری باشه که بازی فیزیکی و درگیرانه انجام بده و اینها بتونن راحت بازی سازی بکنند، به نظر میرسه در این مسابقه کارآمد و کارساز نبوده برای استقلال. اون بازی که از مبعلی و جباری توی ذهنمون هست در این مسابقه شکل نگرفته. مهدی نوری اولین تغییر این مسابقه است، به نظر میرسه به جای عبدالله کرمی که بودن 20 دقیقه هست که با معصومیت دست و پنجه نرم میکنه به بازی خواهد آمد. مهدی نوری هم بازیکنی است کاملا فیزیکی و اگه روی فرم مناسبش باشه در خط میانی در بازی درگیرانه و تدافعی خیلی میتونه مثمر ثمر باشه برای تیمش. مورد تشویق تماشاگران شاهین هم قرار میگیره مهدی نوری، بازیکن مصدوم که همونطور که عرض کردم به نظر عبدالله کرمی میرسه. بله همینطور هست، از مسابقه خارج میشه و نوری جای او رو در میانه زمین میگیره. به نظر تغییر تاکتیکی رو نخواهیم داشت، همون فضایی رو بازی خواهد کرد مهدی نوری که عبدالله کرمی پیش از این بازی میکرد.
صادق کرمی هم دیگر بازیکنی با نام خانوادگی کرمی بود که در ابتدای فصل از مقاومت سپاسی اونو در اختیار گرفتیم شاهین، ولی خب بعد از چند هفته با مسئولیت شدید ربات مواجه شد، از لیست خارج شد، ولی خب خوشبختانه شرط بازگشت به تمرینات رو پیدا کرده و از ابتدای فصل آینده میتونه در فوتبال کشور اون بازم فعالیت خودش رو از سر بگیره. تغییر تیم استقلال هم تا لحظات دیگر شکل خواهد گرفت. اسماعیل شریفات از بازی خارج میشه و فردین آبدینی، یکی از بازیکنان جوان تیم استقلال که به نظر در لیست زیر 21 ساله های استقلال هم قرار داره، وارد زمین مسابقه میشه. بازیکنی که در سمت راست برای تیم استقلال بازیایی رو انجام داده و خوب هم کار کرده در دقایقی که بهش بازی رسیده. در اختیار بازیکن استقلال قرار میگیره، این کار رو مهدی نوری انجام میده. در سمت چپ مهدی امیرآبادی دنبال توپ از توپ رو کنترل میکنه و از دستش میده. امجد شکوه مقام با عماد محمد رضا کار میکنه. ایوان پتروویچ، حرکت ایوان پتروویچ، تعادلش رو از دست داد در برخورد با امیر حسین صادقی. اتحادهای مومن ادامه کار از پاس در عمق رو فرستاد آبدینی برای سید صالحی که توپ این بازیکن نرسید و بازیکن شاهین هم توپ رو به بیرون میفرستن تا به وضعیت پتروویچ رسیدگی بشه. دو تیم دو تغییر دیگر رو میتونن در ترکیب خودشون داشته باشند. تیم استقلال تغییر دیگری که تهاجمی باشه رو با توجه به بازیکنی که روی نیمکت داره به نظر میسه نمیتونه انجام بده. بازیکن اومن بازیکن تدافعی هستند، ولی خب تیم شاهین حضور ایمان حیدری و علی سلمانی حتی و البته حمیدرضا سلیمانی و مهدی کیانی این آزادی عمل رو برای آقای میساقیان ایجاد میکنه که با حضور اونا به خصوص ایمان حیدری که یک فوروارد کلاسیک هست بتونه تغییر رو در حالت تهاجمی تیمش ایجاد کنه. بعد اینکه آیا اصلا تغییرات انجام خواهد شد یا خیر. ستار زاره پرتوبات رو میخواد انجام بده، یه لحظه فکر محسن حمیدی میخواد اون رو انجام بده، بعد از کنار کشتن حمیدی خودش پرتوب رو انجام داد و عماد رضا که یک خطا رو میگیره از بازیکن استقلال. سه گل و چهار پاس گل رو در برهه کوتاهی که در ترکیب تیم شاهین قرار گرفته تونسته داشته باشه در پروندهش. در جدول گل زنان ادوار لیگ برتر هم 60 گله هست و در مکان ششم قرار داره. ارسی هم که در صدر اون جدول برهانی 87 گله و عنایتی 86 گله هستند. ضربه خطای دیگر در 77 دقیقه از مسابقه، 79 دقیقه از مسابقه در واقع پتروویچ رو میفرسته و برگشت از مجتبی جباری. توپ رو موبعلی در اختیار مهدی امیرآبادی قرار میده، منتظر موند که برهانی حرکت تهاجمیش رو انجام بده بعد او رو ثبت بکنه که اصلا پاسی که امیرآبادی فرستاد پاس مناسبی نبود و توپ به بیرون رفت. آقای میساقیان هم اومد و اعتراضی رو انجام داد به ایوان پتروویچ، شاید به خاطر سانتری بود که انجام داد چند دقیقه قبل بخواد بعد از اون ضربه خطایی که تیم شاهین داشت و احتمالا مورد نظر آقای میساقیان نبود اون سانتر. محسن حمیدی با ستار زاره کار میکنه، ستار زاره برمیگره و توپ رو میفرسته برای عماد رضا. ایوان پتروویچ درگیر با ایمان موبلی با پشت پا با ستار زاره و توپ به بیرون میره، در اختیار مهدی امیرآبادی قرار خواهد گرفت. واسم شهر محمود فکری رو مشاهده میکنید، تمام طول 90 دقیقه رو کنار زمین حاضر بوده، در واقع 90 دقیقه که چرسونم تا الان که دقیقه 80 مسابقه است ایستاده بازی رو دنبال کرده. پورخسروانی با مهدی نوری کار میکنه در مرکز زمین، سه بازیکن احاطش کرده بودن، توپ رو موفق به مقصد رسوند. ستار زاره با محسن حمیدی کار میکنه، از میان پاهای صادقی میخواست ساب توپ بکنه عماد رضا رو که این اتفاق نیفتاد و توپ در اختیار محمد محمدی قرار گرفت. اگه این نتیجه تا پایان باقی بمونه تیم شاهین باید منتظر بازی های فردا به خصوص بازی تیم پاس و نفت باشه و اینکه آیا تغییری در موقعیتش در جدول ایجاد خواهد شد یا خیر. قرار اگر نتایج به ضررش باشه شاهین میتونه یکی دو پله رو سقوط بکنه در جدول. محسن حمیدی حرکت طولیش
ناموفقه تو بس باشه مقدار جدا شد و نتونست سانترشو انجام بده. این بازیکنی که در تصویر لحظه او رو مشاهده کردید خیلی حرکات طولی رو که در ذهن داشتیم محسن امیری در این مسابقه انجام نداده، به خاطر به هر حال حساسیت مسابقه هم میتونه باشه و اینکه تیم استقلال تیم با تجربه است و از اشتباهات و روزنه ها میتونه به خوبی استفاده بکنه. مجتبا جباری توپ رو سریع میبره بازیکن برای توپ از دست میره برای تیم استقلال. در ادامه پرخوشروانی به نظر میرسه بازیکنی است که توپ رو دفع میکنه برای تیم شاهین و اجازه نمیده حرکت تهاجمی تیم استقلال کامل بشه. جباری حرکت شاره بسته بازیکن رو جا گذاشت در عرض ولی خب نتونست در ادامه پاس رو به همتیمیاش برسونه. مهدی امیرآبادی کنترل میکنه توپ رو، ستار زاره بهش میرسه، کنترل دیر هنگامش باعث این اتفاق شد. بازم مهدی امیرآبادی با فرزاد آشوبی کار میکنه، فرزاد آشوبی با موب علی، پژمان منتظری در خط دفاعی، اشتباه از پژمان منتظری باعث میشه که عباس پرخسروانی توپ رو در اختیار بگیره. سری استقلالی ها برمیگردن، شاهینیان با کندی اضافه میشن و مشاهده کردید که مهدی نوری بعد از تعللش رو از دست داد. حالا جباری تکذر بازم میبره به سمت راست برای آبدینی، سانتر این بازیکن که نوه سید ساله ای رسید و نه به مهدی نوری توپ رو میبره به سمت چپ برای احمد آل نعمه. آل نعمه سر توپ میزنه، توپش از دست میره، توپ امجدش رو به مقام. جباری برای برهانی، آرش برهانی به زیر توپ ضربه زد و این موقعیت ایدئال رو از دست داد برای تیم استقلال تهران. در دقیقه 82 میتونست تیم استقلال رو به گل برسونه. خوب کار کردن استقلالی روی اشتباه امجد شکومقام. این پاس جباری است که بازم در نقش یک پاسور، نقشی که در ترکیب تیم استقلال داره ظاهر میشه، پاس رو ارسال کرد برای آرش برهانی ولی ضربه برهانی ضربه مطلوبی نبود و از بالای دروازه به بیرون رفت. در میانه زمین ایمان موبعلی توپ رو میبره بازم برای آبدینی که بعد از حضورش با سرعت خودش کمک کرده به بازی تهاجمی تیم استقلال. در این صحنه توپ به بیرون میره و در اختیار شاهینی ها قرار میگیره. ایران نژاد پرتو باوت رو انجام میده برای تیم فوتبال شاهین. تماشاگران همه به نظر میرسه که خسته شدن از تشویق تیمای مطبوع خودشون و بیشتر در حالت سکوت بازی رو دنبال میکنن از تشویقای هدفمند و هماهنگی که در به خصوص ابتدای مسابقه و بیشتر قبل از مسابقه بود خبری نیست و ترجیح میدن تماشاگران که مقدار خستگی هم با توجه به اینکه چند ساعت قبل به استادیوم آمدن در سکوت بازی رو دنبال بکنند. محسن حمیدی پاس ارزش برای ایوان پتروویچ، موقعیت شوت زنی رو داره ولی کلا بازیکنی است که بیشتر ترجیح میده پاس بفرسته تا اینکه شوت زنی بکنه. این بار هم گرچه زاویه‌اش هم تنگ شده بود پاس رو ارسال کرد با پرخوشوانی برای خود پتروویچ که پاس جالبی نبود از عباس پرخوشوانی و در اختیار محمد محمدی قرار میگیره. 84 دقیقه از مسابقه است، بدون گل مساوی برای دو تیم استقلال و شاهین. آقای مظلومی که انتظار میرفت فرار بعد از برد خیره کننده هفته قبلش مقابل نفت آبادان در این مسابقه هم تیمش به گل برسه تا اینجای کار ناموفق بوده و نتونسته از دفاع شاهین عبور بکنن بازیکن تهاجمی تیم استقلال. آقای مظلومی در این فصل 6 امتیاز رو از رقیب دیرینه یعنی پرسپولیس گرفته، 4 امتیاز رو هم در مقابل رقیب ویژه‌شون سپاهان تونسته کسب بکنه. کلا عمل کرده قابل قبولی رو بر جای گذاشته پرویز مظلومی تنگستانی در ترکیب تیم استقلال تهران. عماد رضا میکاره برای ستار زاره، تو برخورد میکنه به بازیکن استقلال. ببینید عماد رضا رها میکنه تا کورنر بشه، بله این کار رو که به نظر منطقی هم میرسید انجام میده و یک کورنر رو در اختیار تیم شاهین قرار میده. ستار زاره میره پشت توپ قرار میگیره، ببینید بابای چپ خواهد فرستاد یا راست، با هر دو پا ضربات ایستگاهی رو میفرسته، کلا رها میکنه تا ایوان پتروویچ این توپ رو بفرسته. شاید این ضربات ایستگاهی بتونه
گره گشای این بازی بدون گل باشه. کوتاه کار میکنن، خود پتروویچ، سانتر کوتاه و بی اثر ایوان پتروویچ که تو برگشت داده میشه. پرتو آوت برای تیم شاهین. بازم ایوان پتروویچ سانتر این بازیکن به تیر دو. خروج محمدی به نظر اشتباه میرسید ولی خب تو روی سر لکچیرا خوب قرار نگرفت. عباس پرخسروانی پشت محوطه جریمه، حرکت تکنیکی پرخسروانی و اعلام خطا از بازیکنان استقلال. به نظر عادی شکوری میرسه بازیکنی که خطا انجام داده بر روی پرخسروانی. اخطار رو هم میگیره هادی شکوری از تیم استقلال. چهارمین بازیکن استقلاله که در این مسابقه اخطار رو دریافت کردن. یک موقعیت و یک ضربه ایستگاهی دیگه برای تیم فوتبال شاهین در 86مین دقیقه از مسابقه. پشت توپ ستاره زاره و ایمان حیدری، در واقع ایمان حیدری که روی نیمکت است. عماد محمد رضا من یه لحظه چشم به نیمکت ذخیره های شاهین افتاد. عماد محمد رضا جدا میشه، این آقای مظلومی است که در روی نیمکت استقلال مشاهدهش میکنید. ستاره زاره پشت توپ قرار گرفته، به نظر این بار برای نوری خواهد کاشت. همین کار رو میکنه مهدی نوری. ضربه نوری و با کمترین اختلاف از کنار دروازه به بیرون میره. بسیار خطرناک زد ضربه‌اش رو مهدی نوری. چون این گلی رو در استادیوم آزادی به تیم پرسپولیس زد، در این استادیوم هم به شهرداری تبریز تونست از همچین نقطه گلزنی بکنه. این ضربه است که خیلی خطرناک زد مهدی نوری و از کنار دروازه با اختلاف اندک به بیرون رفت. فوق‌العاده بود ضربه مهدی نوری و عبور این توپ از کنار دروازه. لکچیرا با سید صالحی درگیر هستن این بازی و این نبرد هوایی رو لکچیرا برد. آرش برهانی و باز هم لکچیرا میاد در بازی روی زمین هم کمک میکنه به بازی تدافعی تیم شاهین. مهدی امیرآبادی پرتو آوت رو انجام میده در این دقایق پایانی و بعد از این حملاتی که تیم شاهین انجام داد یه مقدار شور هیجان به میان تماشاگران شاهینی برگشت بعد از سکوت طولانی مدتی که در دقایق قبل داشتیم. محسن حمیدی پرتو آوت رو انجام میده برای تیم شاهین. مهدی امیرآبادی سر به سرش در اختیار پتروویچ خیلی قشنگ قرار گرفت. ستاره زاره پاسش نرسید به عماد محمد رضا و توپ رو برگشت دادند مدافعان استقلال. ستاره زاره با عماد محمد رضا، خود ستاره زاره حرکت ارزی بازیکن با ایوان پتروویچ رها میکنه. پتروویچ برای نوری، نوری میبره به سمت چپ برای پرخسروانی. اشتباه استقلالی ها و ضربه عباس پرخسروانی که از این اشتباه مدافعان استقلال نتونست استفاده بکنه. در دقایق پایانی اگر اشتباه بکنن استقلالی ها میتونن تاوان سنگینی رو پس بدن. این هادی شکوری است که توپ را از دست داد و این ضربه پرخسروانی است که از بالای دروازه به بیرون رفت. میخواست با یک کار درون پا توپ را به زاویه مخالف بفرسته که اتفاق نیفتاد. تعویض دوم تیم شاهین حضور مسعود نظرزاده بازیکن بوشهری تیم شاهین در ترکیب است و خروج ایوان پتروویچ از زمین مسابقه است. باید بدونیم که حضور کوتاه مدت نظرزاده چه کمکی به تیم شاهین خواهد کرد. خود نظرزاده در اولین حرکتی که انجام داد توپش به جباری رسید. جباری با فرزاد آشوبی کار میکنه، آشوبی با آبدینی، آبدینی خوب توپ رو به مقصد رسوند در میان دو بازیکن شاهینی و جباری اون توپ رو از دست داد. ایران نژاد توپ رو بلند میفرسته پشت مدافعان. بازم عماد رضا با سرعت بالای خودش نزدیک بود عبور بکنه از منتظری که این اتفاق نیفتاد. اشاره میکنه آقای هدایت مؤمنی که شارژی رو از پشت انجام داده عماد محمد رضا بر روی پشمان منتظری. 92مین دقیقه از مسابقه است. تا لحظات دیگر آقای شرفی داور چهارم دقایق اضافه شده به نیمه دوم را اعلام خواهند کرد. محمدی توپ رو میفرسته به پشت محوطه جریمه شاهین میاد. جباری اونجا درگیره با لکچیرا. دفعه توپ از لکچیرا. مهدی امیرآبادی رها میکنه تا توپ به
بیرون بره 4 دقیقه زمان اضافه شده به نیمه دوم خواهد بود. 4 دقیقه پایانی برای دو تیم برای تغییر این نتیجه مساوی که همونطور که چند بار عرض کردم به کار هیچ یک از دو تیم نخواهد آمد. حالا تیم استقلال موقعیت رو داره. آرش برهانی ضربه‌شو با پای چپ میزنه که مجید غلامی توپ رو کنترل میکنه. سریع هم بازی رو به جریان میندازه برای عماد محمد رضا. ضربه سر اول رو پشمان منتظری میزنه. در ادامه ستاره زاره توپ رو دور میکنه. مهدی امیرآبادی توپش به محسن حمیدی رسید. آرش برهانی و محسن حمیدی که نتونست خوب توپ رو دفع بکنه و به بیرون رفت. خوب برخوردی هم میانه آقای میساقان آرش برهانی به وجود میاد. آرش برهانی که یه مقدار به نظر عصبی میرسه در این مسابقه، برخوردی رو با آقای میساقان داشت، زیاد جالب نبود حرکت آرش برهانی، گرچه اشاره میکنه که آقای میساقان از محبته فنی خارج شده. به هر حال در فوتبال با احترام گذاشتن و پیش کسوتان و مربیان جایگاه خاصی رو داره. تعویض دوم تیم استقلال هم که در دقیقه دوم زمانی تلف شده است، حضور کیانوش رحمتی به جای آرش برهانی است. شاید ورود آرش برهانی به این مسائل حاشیه‌ای دلیل تعویض او باشه. آرش برهانی از زمین مسابقه خارج میشه و کیانوش رحمتی که یک بازیکن است کاملا با خصوصیات تهاجمی به جای او به مسابقه میاد. کیانوش رحمتی که گفته میشه در روز مسابقه با صنعت نفت آبادان و بعد از کسب پیروزی دچار ثانیه رانندگی هم شده. خب اعلام خطا، بازی خطرناک به نظر میسه اعلام شده از فرزاد آشوبی بر روی بازیکن شاهین. نه، امیرحسین صادقی بود که خطایی رو بر روی ستاره زاره انجام داد، در حالی که کمتر از یک دقیقه تا پایان این مسابقه زمان داریم. میتونه آخرین موقعیت دو تیم هم باشه. ضربه خطایی که برای تیم شاهین به دست اومده، این صحنه است که امیرحسین صادقی پاش رو به صورت ستاره زاره کوبوند و این موقعیت رو ایجاد کرد برای تیم شاهین بوشه. دیوار دفاعی 4 نفره رو محمد محمدی مقابل این توپ قرار میده. احمد آل نعمه این بار شانس خودش رو امتحان میکنه در ضربات ایستگاهی. آل نعمه، ضربه زمینی آل نعمه و اختلاف اندک توپ آل نعمه از دروازه محمد محمدی. زیبا زد ضربه‌اش رو احمد آل نعمه. یکی از بهترین ضرباتی بوده که در این فصل برای تیم شاهین زد آل نعمه. ضرباتش اصلا اونطور که قبلا ازش دیده بودیم نبوده در این فصل. یکی از بازیکنان استقلال مصدوم از تعویض آخر آقای میساقان، حضور مهدی کیانی در زمین مسابقه است. مهدی کیانی که در بازی رفت دو تیم در فصل قبل یک پاس گل رو برای محمد احمدپوری فرستاد. احمدپوری که الان در ترکیب تیم تراکتورسازی حاضر است. مهدی کیانی در کنار زمین حاضر است. بعد ببینیم که آیا در این 30 ثانیه پایانی آیا به بازی خواهد آمد یا خیر. نظرزاده، ضربه سر نظرزاده برای عماد محمد رضا که به او نمیرسه. منتظری توپ رو برمیگردونه و مهدی امیرآبادی که توپ رو دور میکنه. لکچیه را او هم توپ رو برمیگردونه. دیگه در این لحظه دو نظر میسه تیم ها بیشتر به فکر این هستند که اشتباهاتشون دروازهشون رو متوجه خطر نکنه و این حداقل امتیاز رو هم از دست ندند. عباس پرقصوانی از زمین مسابقه خارج میشه و جای او رو مهدی کیانی میگیره. این دیگه قطعا آخرین موقعیت دو تیم خواهد بود. آل نعمه این توپ رو ارسال میکنه. خب نه، اصلا اجازه نمیده که این موقعیت شکل بگیره. سود پایان مسابقه از طرف آقای هدایت منبینی.